سلام، من فرناز قاضی‌زاده هستم و این هفتمین برنامه از مجموعه صفحه دو ویژه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. در این برنامه امیر پیام از واشنگتن، سینا علی نژاد از لس آنجلس و بهمن کلباسی از نیویورک همراه ما هستند که هر سه هم مناظره دیشب رو مثل خیلی دیگه از ما تماشا کردند. در دومی و آخرین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دو نامزد آخرین تلاش‌های خودشون رو برای کسب رأی درصد اندکی از رأی دهندگان که هنوز تصمیم قطعی نگرفتن به خرج دادن. این مناظره پیشاپیش قرار بود درباره سیاست خارجه باشه، اما بخش اندکی از اون درباره کشورهای دیگه بود و عمده اون به کرونا، اقتصاد، رفتار با اقلیت‌های نژادی و محیط زیست پرداخت. این مناظره برخلاف قبلی بسیار آرام‌تر بود. دونالد ترامپ و جو بایدن کمتر همدیگر رو قطع کردند و کمتر هم به هم پریدند. اما بذارید ببینیم که واکنش‌ها به اون چی بوده. بهمن، از صبح تا به حال چه صحبت‌هایی شده؟ نظر مردم، نظر رسانه‌ها چی بود در مورد مناظره؟ تنها رایی که میشه یک تصویری به دست داد از اینکه کدومشون برنده شدن در این مناظره، همین نظرسنجی‌هایی است که بلافاصله بعد از مناظره انجام میشه. نظرسنجی های علمی که از مخاطبان این پرسش رو میکنن که به نظر شما کدام یک بهتر عمل کرد، کدام یک برنده شد، و اون چیزی که داریم این است که آقای بایدن با اختلاف 7-8-10% بسته به اینکه به کدام یک از این 3-4 نظرسنجی که از دیشب منتشر شده نگاه کنی جلو هست و اکثریت معتقدن که او بهتر عمل کرده. اما در این حال بسیار ناظران به اینکه او کلن به هر حال در این نظرسنجی ها جلو بود یا نسبت به عمل کرد در این مناظره در واقع میشه سنجیده، چون خیلی ها فکر میکنن که آقای ترامپ خیلی بهتر بود دیشب به خصوص. پرسشی که شده اینه که کدام یک از اینها در این مناظره برنده شدن، ولی در این شکی نیست که وقتی که شما تصمیم گرفته باشین که به یک کاندیدای رأی بدید و شما از این سوال از شما بکنن، ممکن است که باز هم همون پاسخ رو بدید، ولی در همین در اینه که این حرف رو میزنن در ضمن یک به اصطلاح ارزیابی کلی تری هم دست کم بین ناظران و همی که خودت هم دیدی وجود داشت، اینکه از مناظره اول آقای ترامپ خیلی بهتر ظاهر شد و کمتر به خاطر همین که توی حرف هم کمتر پریدن حداقل میشد برنامه‌شون شدید و حملاتی هم که به آقای بایدن میکرد رو یه مقداری با دیسیپلین بیشتری، با نظم بیشتری پیگیری میکرد و چند بار هم تکرار میکرد. در نتیجه به نظر میومد که تونسته باشه یه مقداری بهتر از اون تصویری که از مناظره اول ایجاد شده بود برای خودش به وجود بیاره. پرسش اساسی برای هر دو تا این کاندیدا قبل از اینکه برن به این مناظره آخر این بود که چه هدفی دارن در از این مناظره. آقای بایدن هدفش این است که شرایط فعلی رو حفظ بکنه، شرایطی که نشون میده نظرسنجی ها که در کل نظرسنجی ها که جلو هست نمیخواد این شرایط به هم بخوره، این معادله ای که هست حفظ بشه تا روز انتخابات، به خصوص که تا الان بالای 51 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردن و زود هنگام رأیشون رو به صندوق ریختن. ولی برای آقای ترامپ هدف این بود که وارد این مناظره بشه و معادلات رو کاملا تغییر بده تا این عقب افتادگی رو جبران بکنه، و این اتفاق آیا افتاده یا نه، فعلا این داده هایی که ما داریم نشون میده که به نظر نمیاد که ناکوت کرده باشه یا ضربه سختی زده باشه به آقای بایدن، در عینی که بهتر عمل کرده در ظاهر در مقایسه با مناظره قبل، که این معادله فعلی رقابت رو تغییر چندانی درش داده باشه. بذارید بریم روی جزئیاتش صحبت بکنیم. یک بخشش که خیلی جالب بود این بود که کرونا علی‌رغم میل آقای ترامپ یکی از بحث‌های اصلی بود. یک بخش از این صحبت‌ها و بخش اصلی مناظره در مورد کرونا رو گوش کنیم. 220,000 Americans dead. 220,000 آمریکایی مردند. اگر از حرف‌های امشبم هیچ چیز رو گوش نمی‌کنید، این رو بشنوید. هر کسی که مهار ویروس رو در دست نگرفته باشه و گفته باشه که مسئولیت نمی‌پذیره، هر کسی که مسئول این همه مرگ بوده، نباید رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باقی بمونه. We're learning to live with it. We have no choice. We can't lock ourselves up in a basement like Joe. ما داریم یاد میگیریم که با این ویروس زندگی کنیم. چاره ای نداریم. ما نمیتونیم مثل جو خودمون رو تو زیر زمین خونمون حبس کنیم. شاید جو از جایی کلی پول در میاره، اما مردم نمیتونن تو زیر زمیناشون زندگی کنند. ما یاد میگیریم با این ویروس زندگی کنیم. ما داریم یاد میگیریم با این ویروس بمیریم. شمایی که در خونه حالا یک صندلی خالی سر میز صبحونه دارید، مرد یا زنی که از سر عادت دستتون رو میبرید سمت بالش همسرتون که مرده، کجا یاد گرفتیم با این بیماری بسازیم؟ داریم میمیریم.
سینا، باز آقای ترامپ در این مناظره دیشب روی آمدن واکسن تا چند هفته دیگه تاکید کرد که حالا مجری برنامه هم او رو به چالش کشید، اما سعی کرد در از زیر اون بحث. ولی به نظر میاد که این قضیه رو اصلا خوشش نمیاد که هی ازش میپرسن اینکه آقا واکسن کی میاد، داروها یا کافی هست، ماسک کافی هست، از این بحث سر میکنه فرار کنه. بله همینطوره. خب طبیعتاً این نقطه ضعف بزرگی او در این انتخابات هست. یعنی از ماه ژانویه که این ویروس وارد آمریکا شد، همه توجه رو به خودش جلب کرده. اوضاع از اون زمان فقط بدتر شده. در یکی دو هفته اخیر اوضاع باز رو به وخامت گذاشته. مثلا همین دیروز آمار ابتلا از 70,000 نفر بالاتر رفت. آمار درگذشتگان در طول هر 24 ساعت در چند روز اخیر، در یکی دو هفته اخیر، دوروبر نزدیک 1000 بوده یا کمی بالای 1000 بوده. بنابراین این مشکل بزرگی برای او هست و طبیعی بود که دوباره این موضوع مطرح بشه در مناظره دیشب. ولی یک مسئله که برای من جالب بود این بود که تلاش آقای ترامپ این بود که به همه بگه ما میدونیم که این ویروس هست، ولی اقتصاد از این مهمتره. و به نظر میامد در جاهای خیلی استدلال‌های دقیقی هم در این باره مطرح میکرد. بله همیشه این استدلال کرده که نمیشه به خاطر ویروس هر چقدر مضر اقتصاد رو تهدید کرد، چون عوارضش شدیدتر از خود ویروس خواهد بود. و طرفدارانش هم اتفاقا از قضا در تحلیلایی که از دیشب تا حالا اومده از عملکرد رو راضی هستن، چون آقای ترامپ گفتش که باید یاد بگیریم، چون که برای خودش پیش اومد، از کرونا گرفت، ظرف چند روز بالاخره کمابیش بهبود پیدا کرد و به کمپین برگشت، گفت باید یاد بگیریم با این زندگی کنیم. و مثلا من نقل قول میکنم از آری فلایشر که در زمان جورج بوش پسر سخنگوی کاخ سفید بود و از آقای ترامپ حمایت میکنه، گفتش این نگاه که باید با ویروس زندگی کنیم خوشبینانه است و این در میان رای دهنده آمریکایی طرفداران بیشتری داره تا نظر مخالف که نظر آقای بایدن باشه که گفت ما داریم یاد میگیریم چجوری با این ویروس بمیریم. بنابراین این از جانب حداقل طرفدارانش نقطه قوتش عمل کردش در مقابل با حملاتیست که در این مورد دوم میشه. صحیح. ولی بحث دیگری هم که خیلی توی این مناظره راجبش صحبت شد بحث پسر آقای بایدن بود. امیر، به نظر میاد که آقای ترامپ از این بحث خیلی خوشش میاد و حاضر هم نیست که اونو رها بکنه و به نظر میاد که آقای بایدن هر چی سعی میکنه که از این قضیه فاصله بگیره باز به نوعی برمیگرده در صحبت‌های آقای ترامپ. همینطوره فرنظر. اگر به استراتژی آقای ترامپ تو سال 2016 هم نگاه بکنیم، اون همیشه سعی میکنه خودش رو یک چیزی خارج از واشنگتن و یک چیزی فراتر از اون به عنوان یک عنصر خارجی داره به سیاست یا اون فسادی که در واشنگتن هست نگاه میکنه و بارها گفته که من اومدم اون رو خشک بکنم یا از بین ببرم اون منجلاب فساد رو. حالا اینکه اون ترسیم کرد هیلاری کلینتون رو بارها با اسم هیلاری کلینتون مفسد ازش عرض نام میبردش، حالا خیلی تلاش میکنه که اون رو برگردونه سمت آقای ترامپ، آقای بایدن. و خب با مسئله‌ای که در رابطه با هانتر بایدن و نقشی که توی اون سازمان انرژی توی اوکراین داشته نمیخواد اون رو رها بکنه و یک جوری اون اتهام فساد داشتنه و اینکه یک سیاستمدار قدیمی، دیدیم بارها تکرار کرده تو 47 سال اینجا بودی، تو همین 8 سال اخیر با اوباما توی کاخ سفید بودی، چرا کار نکردی؟ پس شما فاسده این، فقط حرف میزنین، کار نمیکنین. از اون خواست خیلی استفاده کنه. ولی اینکه چقدر موفق شد با توجه به اینکه همچنان زیر سوال هستش منابع اطلاعاتی و تصدیق اون چیزهایی که نیویورک پست نوشته، این رو باید نگاه کرد که آیا تونسته تاثیر بذاره یا نه. امیر، ولی به نظر میاد که بحث در واقع تلاش آقای ترامپ این بود که یادآوری بکنه به همه، همین قضیه که تو گفتی که آقای بایدن دور از سیاست نبوده، سالها در صحنه اصلی سیاست آمریکا بوده، همین 3-4 سال پیش برای 8 سال معاون رئیس جمهور بوده. یک تکه هایی از صحبت‌های آقای اوباما رو بشنویم پاسخ آقای ترامپ به او. به نظر میاد که آقای ترامپ اصلا خوشنود نیست که باراک اوباما هم حالا خیلی جدی‌تر از قبل وارد این دعوا شده و وایساده پشت آقای بایدن. گوش کنیم ببینیم چه می‌گذره بین اون دو. This is not a reality show, this is reality. And the rest of us have had to live. این برنامه تلویزیونی نیست، این واقعیته. همه باید با عواقب این زندگی کنیم که میخواد نشون بده قادر به جدی گرفتن شغلش نیست. حداقل 220 هزار آمریکایی مردن. بیش از 100 هزار کسب و کار کوچک هم تعطیل شده. More than 100,000 small businesses have closed.
He said he will not be our president, but before that he said he will not run. گفت من رئیس جمهور نمیشم، اما قبلش گفت که اصلا وارد رقابت نمیشم. من رو نمیشناخت، من وارد رقابت شدم. بعد گفت نامزد حزب نمیشم، نامزد شدم. بعد گفت رئیس جمهور نمیشم، اما من بردم. فکر کنم تنها کسی که از هیلاری دروغگو ناراحت تر بود اون شب همین باراک حسین اوباما بود. میبینی امیر، به نظر میاد که داره سعی میکنه دوباره روی همون اختلافاتی که 4 سال پیش منجر به پیروزی شد به نوعی، یا خودش دست کم چنین فکر میکنه، پافشاری بکنه و اونها رو یادآوری بکنه به مخاطب. یک جوری هم داره پای آقای اوباما رو میکشه وسط، چون میدونه که آقای اوباما خیلی از اون کسایی که ممکنه رنگ پوست آقای اوباما یا دوران ریاست جمهوریش برای اونها مهم بوده تهییج بشن و دوباره بیان سمت آقای ترامپ. در اصل میشه گفت که مناظره دیشب آقای ترامپ یک جوری دست انداخت سمت اون جمهوری خواهان میانه روی که به اون علاقه خاصی نداشتن ولی به اون اصول محافظه‌کاری و جمهوری خواهی علاقه داشتن، و همچنین سعی کرد عصبانی کنه دوباره مخالفان آقای اوباما رو. از طرفی باز خودش رو با اینکه 4 سال توی کاخ سفید بوده و حالا دیگه به عنوان یک سیاستمدار و کسی که سکان در دستش هست باید پاسخگوی عملکرد 4 ساله خودش باشه، ولی باز به عنوان یک عنصر خارج از واشنگتن سعی کرد حمله کنه به بایدن و سعی کرد خودش رو یک عنصر خارجی که میتونه برگرده و یه تحول ایجاد کنه و در این بنبستی که بارها توی کنگره و کاخ سفید توی سالهای یا چند دهه اخیر بوده اون یک گشایشی توش به وجود بیاره. بحث کشورهای خارجی هم مطرح شد، به خصوص اسم چین، روسیه و ایران بارها و بارها مطرح شد که مشخص بود به هر حال بعد از حرفای جان رتکلیف که الان بخشایی از صحبتاش رو پخش میکنیم، بعد از صحبتهای او در مورد ایمیل ها که گفته میشد پای ایران وسط هست، طبیعی بود که این حرف ها هم مطرح بشه. بذارید صحبتهای جان رتکلیف رو بشنویم. First, we have confirmed that some voter registration information has been obtained by Iran and separately by Russia. اول اینکه ما تایید می‌کنیم که ایران و روسیه جداگانه به اطلاعات بعضی از رای‌دهنده‌های آمریکایی دست پیدا کردند. از این اطلاعات می‌تونن برای ارسال اطلاعات نادرست به رای‌دهندگان استفاده کنن که امیدوارن باعث سردرگمی، هرج و مرج و از دست رفتن اعتماد شما به انتخابات بشه. To that end, we have already seen Iran sending spoofed emails designed to intimidate voters. ما دیدیم که ایران ایمیل های جعلی فرستاده که با تهدید رای دهنده ها و افزایش ناآرامی به پرزیدنت ترامپ لطمه بزنه. ممکنه شما خبرش رو دیده باشید یا حتی ایمیل رو گرفته باشید. همچنین ایران مطالب دیگه از جمله یه فیلم رو هم پخش کرده که میگه افراد میتونن حتی از خارج از کشور آرای تقلبی بفرستن. این فیلم و هر ادعایی که درباره آرای تقلبی باشه نادرسته. همان صحبت‌های آقای رتکلیف رو شنیدیم. این صحبت‌ها خب به هر حال خیلی ها توقع داشتن در مورد روسیه بشنون، در مورد چین بشنون، ولی در مورد ایران در این حجم و در این سطح جالب بود. این دفعه اولی نیست که این اتفاق میفته. یک بار دیگه هم که ارزیابی اطلاعاتی منتشر شد چند هفته قبل از اون، این اتهام رو وارد کردن مخصوصا دموکرات‌ها به دولت آقای ترامپ و این منصوبین جدیدش مثل آقای رتکلیف در نهادهای اطلاعاتی که سعی میکنن چین و ایران رو به خصوص بزرگتر و برجسته تر بکنن دخالتشون در آمریکا و در انتخابات آمریکا و روسیه رو کاهش بدن، به خاطر اینکه مشخص است که روسیه صریحا داره از آقای ترامپ حمایت میکنه. به همین جهت این اتهام باز حالا اینجا تکرار شد، تا جایی که مثلا خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان و آقای شومر رئیس دموکرات‌ها در مجلس سنا هر دو گفتن که ما این قسمت حرفای آقای رتکلیف در مورد ایران رو که میخواسته به آقای ترامپ ضربه بزنه اینا رو قبول نداریم و روسیه بازیگر اصلی هست اینجا. برای همین این و حتی آقای ری که رئیس FBI هست در کنار آقای رتکلیف ایستاده بود و اونجا هم یه بیانیه خوند، کلامی در مورد ایران و روسیه و چین صحبت نکرد. خیلی بیانیه کلی بود که ما با هر گونه دخالتی مقابله میکنیم. این آقای رتکلیف بود که صریح نه تنها گفت ایران، بلکه گفت او ایران میخواد به آقای ترامپ ضربه بزنه. بابا میشه یه مقدار جزئی تر و دقیق تر به ما بگی برای بینندگانمونم که نمیدونن راجب چیه این قضیه ایمیل ها، که راجب چی صحبت میکنه آقای رتکلیف؟ این ایمیل ها چی هستن؟ به کیا فرستاده شدن؟ میگوین که یه سری به اصطلاح اطلاعات رای دهندگان که البته هک هم نشده، بعضیش در دسترس عموم هست تا حدودی بسته به اینکه به کدوم بانک اطلاعاتی شما دسترسی داشته باشین، از اسامی رای دهندگان و اینکه به کدوم حزب
عضو کدوم حزب هستند دسترسی پیدا کردند و به اینها ایمیل زدند و گفتند که ما عضو یک گروه نجات پرستی هستیم که اسمش هم در مناظره قبلی مطرح شد، پسران سرفراز که طرفدار آقای ترامپ هستند و آقای ترامپ به خاطر اینکه صریحا محکومشون نکرد خیلی بهش حمله شد. این ایمیل ها مدعی شده که از توی اونها آمده و داره به این دموکرات ها میگوید که باید برید به آقای ترامپ رای بدید، باید به عضو حزب جمهوری خواه بشید. و در نتیجه دستگاه اطلاعاتی میگه این ایمیل ها از سوی ایرانه و این وانمود کردن که از سوی گروه نجات پرست هست و در نتیجه برای این است که این تصور رو ایجاد بکنن که آقای ترامپ داره فشار میاره، از این طرفداراش دارن فشار میارن به دموکرات‌ها از این راه‌های غیرقانونی و اونها رو دارن تهدید میکنن که با آقای ترامپ رای. خیلی پیچیده شد داستان. امیر تو می‌خواستی چیزی بگی؟ یک هکرهای در ایران بله. که با حکومت ایران برای حکومت ایران کار میکنن دست به این کار زدن. صحیح. امیر می‌خواستی چیزی اضافه کنی؟ دیروز نیویورک تایمز به نقل از کریستوفر ری رئیس اف بی آی و همچنین وزیر موقت وزارت امنیت داخلی آمریکا این دفعه رو بخش روسیه این قضیه تاکید کردن و همینطور که آقای رتکلیف هم یه بخشی توی صحبتش گفتش که روسیه هم به این اطلاعات به صورت مستقل دست پیدا کرده. اونها میگن ده حتی به بخشی از اطلاعات ایالتی یا محلی انتخاباتی یا ستادهای انتخاباتی روسیه تونسته دسترسی پیدا کنه. ممکنه تو روز انتخابات اگه مثلا نتایج اونجا نزدیک باشه به هم دیگه ممکنه که بیاد این سیستم‌ها رو هک کنه، نظر دسترسی پیدا کنن، یک جوری خلل ایجاد کنه توی اعلام نتایج، مخصوصا تو جایی که حساس هستش که این رو کل قضیه تاثیر بذاره، یک جوری یک هرج و مرجی ایجاد کنه در سیستم انتخابات آمریکا، یا اینکه حتی با دسترسی کردن اطلاعات دستکاری کردن در اطلاعات کسانی که رأی دادن اجازه شمارش آرا رو میدونیم مثلا وقتی رأی پستی میرسه باید بعد از اینکه باز کردن اون رو مطابقت کنن با اطلاعاتی که دارن توی اسناد رسمیشون ایالت ها، اگه اونها رو دستکاری بکنی یک نوع گیجی به وجود بیاره مسئولین انتخابات و در همه این حالت بتونه با این فضایی که ممکنه به خاطر نزدیک بودن نتایج هرج و مرج ایجاد کنه یک نوع تنش توی آمریکا ایجاد کنه. این رو دارن میگن مسئولین روسیه ممکنه به دنبالش بره. نمیدونم، به نظر میاد لحظه ارتباط من با هر سه شما قطع بود، امیدوارم که الان صدای من رو هر سه بشنوید. سینا آیا تو صدای من رو داری؟ من از تو پرسیدم که به نظرتون پاسخی که آقای بایدن داد در این مناظره به این که دخالت خارجی هست یا دخالت خارجی به چه شکل هست، پاسخی بود که مخاطبان یا کسانی که مناظره رو میدیدند رو راضی بکنه؟ یعنی آشکارا داره سعی میکنه که طرف مقابل رو هم نظرش رو جلب کنه، یعنی نمیخواد که موضوعی نرمی بگیره در مقابل سیاست خارجی و بهانه‌ای دست حریف بده برای اینکه او رو در این مورد بکوبه. بنابراین این موضع کاملا طبیعی به نظر میاد. بذارید یه تکه از صحبت‌های آقای بایدن رو در مورد دخالت خارجی بشنویم. به نظر میاد که او فاصله گرفت از اینکه بخواد اظهار نظر بکنه کدوم کشور و همه رو با هم محکوم کرد. من قبلا هم گفتم هر کشور خارجی، مهم نیست کدوم کشور، اگر در انتخابات آمریکا دخالت کنه مجبور به پرداخت هزینه خواهد بود. من به انتخابات قبلی کار ندارم. در این انتخابات کاملا مشخصه که روسیه دست داره. چین تا حدودی مشغول بوده و حالا خبر اومده که ایران هم در این کار دست داره. اگر من انتخاب بشم اینها هزینه میدن. اینها با حق حاکمیت آمریکایی ها بازی میکنن. در بخش‌های دیگری از مناظره روی همین قضایا تاکید شد، به خصوص روی احتمال مبادلات مالی هر کدوم از این نامزدها با هر کدوم از این کشورها، یعنی در واقع بیشتر روسیه و چین. چقدر واقعا برای مردم در آمریکا اینجور مسائل الان مطرح و مهم هست که مثلا آقای ترامپ آیا در چین حساب داره یا نه، آیا هانتر بایدن چقدر ممکن هست که از روسیه پول گرفته باشه؟ بله. خب این بحثی است که در واقع این اهرمی است که آقای ترامپ همیشه علیه بایدن استفاده کرده، همینطور که امیر و بهمن توضیح دادن. او نقطه ضعف میگیره از این که چون خودش متهم شده به این که در زمینه‌های مالی خیلی شفاف نیست و در مواردی متهم به فساد شده، این ابزاری است که به کار گرفته علیه سیاستمداران کهنه‌کار واشنگتن. و خب آقای بایدن 47 سال در سیاست واشنگتن نقش داشته، 8 سال معاون رئیس جمهور بوده و اینکه پسرش رفته در اوکراین وارد معاملات شده با شرکت بوریسما، شرکت انرژی و گاز بوریسما همکاری کرده، جزء هیئت مدیره بوده. حتی دیدیم که در دو سال گذشته باعث استیضاح آقای ترامپ هم شد که متهم شده بود
حالا به اوکراین فشار میاره که یک اطلاعاتی در مورد پسر آقای بایدن و شاید خود آقای بایدن استخراج بکنه از اونها. بنابراین این ابزار قدرتمندی است برای حداقل طرفداران خودش رو به هیجان بیاره که بگه بله سیاستمداران کهنه کار فاسدند و نباید به اونها اجازه بدیم که قدرت رو دوباره به دست بگیرن، علارغم اینکه خودش متهم هست که مالیاتش رو حداقل منتشر نکرده که به چه شکل پرداخت کرده. دیشب هم باز در این مناظره باز اشاره کرد که من به زودی یه چیزی گفت که با حسابدارم صحبت کردم، به زودی میخوام منتشر کنم. بله همینطوره، ولی چقدر انتظار میره که واقعا منتشر کنه؟ کسی انتظار نداره واقعا این کارو بکنه، چون آقای ترامپ واقعا بیش از 4 سالی که داره میگه که منتظره که حسابرسی IRS یا همین سازمان درآمدهای داخلی آمریکا که مسئول گرفتن مالیات هست اون حسابرسی رو انجام بده تا هم اینها رو آزاد بکنن، در حالی که مقام ها میگن که نه او هیچ از لحاظ قانونی کاملا آزاد هستش که این مالیات ها رو منتشر بکنه، ولی تا حالا نکرده و در واقع کسی هم انتظار نداره که در این فرصت کوتاه باقی مونده تا انتخابات این کار رو انجام بده. امیر، واکنشی که از صبح امروز رسانه های طرفدار یا مخالف آقای ترامپ یا آقای بایدن داشتن به این مناظره چی به ما میگه؟ آیا تو میدونم خیلی دقیق دنبال میکنی رسانه ها رو، آیا ما یه تصویر روشنتری داریم که مثلا آیا اونها خط مشیشون رو عوض کرده باشن، سعی کرده باشن به نوعی تاثیر بذارن روی نظر رای دهنده ها؟ تا حدودی هر دو طرف راضی هستند، یعنی هم طرفدارای آقای بایدن اون رو پیروز این انتخابات میدونن و خب خیلی از نظرسنجی ها هم به نفع اونه. معمولا نظرسنجی ها به سمت اون کسی که توی کاخ سفید نیست میچربه، بنابراین آقای بایدن از این امتیاز سود میبره. اما آقای ترامپ و طرفدارانش هم خیلی خیلی راضی هستند، میگن که این بار اون خیلی تونسته منظم، خیلی تونسته در خوب کنترل بکنه مصاحبه و مناظره رو. حتی خودش توی همین یک ساعت قبل از برنامه که داشت با رئیس جمهور سودان و اسرائیل صحبت میکرد در رابطه با روابطی که بین اونها داده، به خبرنگاران بسیار ابراز رضایت کرد از مناظره و گفتش که وقتی پرسیدن چه فرقی میکردیم با این اولیه، گفت خب اون روی کرده دیگه ای بود که بعضی های دیگه میپسندن، منظورش تمامیاش بودن، این یکی رو یک سری افراد متوسط میپسندن و من همچون مثل این که این یکی معروف تر بود به سمت این رفتم. خودش خیلی 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 راضی بود و فاکس نیوز یا بقیه رسانه های جمهوری هم به شدت این استقبال کردن و فکر میکنن که به قول خودشون رئیس جمهورانه تر بود این حضور آقای ترامپ. صحیح. من میدونم که وقت خیلی کم است، 3-4 دقیقه است، من میخوام یکی از شما که دنبال کردید در مورد سنا صحبت بکنید. انتخابات سنا هم هست و میتونه تغییر ایجاد بکنه در اینکه چه کسی میخوای. از تو شروع بکنیم سینا، از اینکه کدوم یک از این دو بتونن در واقع رأی بیشتری رو اگر در کاخ سفید باشن در آینده بتونن راحت تر کار بکنن، خیلی تاثیر داره که سنا نتیجهش چه خواهد. بله همینطوره، اگر دموکرات ها موفق باشن ببرن سنا رو، هر شاخه رو در هر دو شاخه کنگره رو و ریاست جمهوری رو به دست گرفتن، هرچند که به شدت دارن در قوه قضاییه عقب میافتن، چون با انتصاب قاضی برت 6-3 خواهد شد رأی محافظه کارا به لیبرال ها. ولی الان شمار جمهوری خواه ها اکثریتشون 53-47 هست، بنابراین دموکرات ها برای اینکه بتونن به اکثریت برسن حداقل 3 کرسی لازم دارن و احتمال زیادی داره که این 3 کرسی رو به دست بیارن، چون اگه 3 تا به دست بیارن 50-50 میشن و اون وقت کامالا هریس اگر آقای ترامپ برنده بشه میتونه رأی برنده رو در نزاهای داخل سنا رأی برنده رو به نفع دموکرات ها بندازه. صحیح. الان 3-4 ایالت هست، من میتونم نام ببرم به سرعت، آریزونا هست، کلرادو هست، مین هست، اینا ایالت هایی است که نظامی رو دموکرات ها برنده بشن، در مقابل آلاباما رو شاید یک کرسی اونجا واگذار کنن و 7-8 ایالت دیگه هم هست که نه فقط نشون میده که دموکرات ها ممکنه در 3-4 تا از اونها برنده بشن، بلکه این خطر رو داره که آقای ترامپ اونجا با باختن در اونها انتخابات رو بد ببازه. و اینها شامل جورجیا میشه، شامل آیووا میشه، شامل اوهایو میشه، اینا ایالتی است که باید تا حالا تثبیت میکرد موقعیت خودش در اونها ولی نتونسته و دائم داره در اونها کمپین میکنه، که این نقطه امیدی است برای دموکرات ها که بتونن همون شب اول یک پیروزی قاطعی در انتخابات چه در سنا و چه در ریاست جمهوری به دست بیارن. امیر اگه کوتاه بگی چون فقط 30 ثانیه وقت داریم.
فقط برای اینکه مشخص کنم چقدر این کنگره و انتخابات سنا مهمه، تا این لحظه پیش بینی میشه که 10.8 میلیارد دلار پول خرج بشه برای انتخابات آمریکا. از بین این 10.8 میلیارد دلار 5.2 میلیارد دلار برای انتخابات ریاست جمهوری تا حالا پیش بینی شده هزینه میشه و شده 5.6 میلیارد، یعنی 400 میلیون دلار بیشتر از انتخابات ریاست جمهوری توی فقط سنا و بحث کنگره داره هزینه میشه و این نشون میده که چقدر دارن دو طرف وزن میذارن روی اینکه حداقل یکی از اون ستونهای اصلی حکومت رو دست خودشون نگه دارن. متشکرم از هر سه شما. بهمن این دفعه وقت بهت کم رسید، قول میدم دفعه بعد جبران کنم. بهمن کربوسی، امیر پیام و سینا علی نژاد، ممنونم که در این برنامه بودید و ممنونم از شما که با این ویژه برنامه های انتخابات با ما همراه هستید. برنامه های ما رو در شب انتخابات از دست ندید، زنده همراه شما خواهیم بود. شب روزتون خوش.